بسیج یک میلیشیای تصنعی و تبلیغاتی نبود. بسیج چیزی نبود که با یک سزارین تاریخی به زور از پهلوی انقلاب بیرون آورده بشه، بلکه بسیج فریادی بود که از نهاد توده های مردم خیلی صمیمی و خالصانه بلند شد. شاید اون روزی که اون سالهای جنگ، حالا بسیج البته مختص به جنگ نیست ولی تبلور خیلی بارزش تو جنگ دیده شد، و البته کسانی میخوان بگن که دیگه تاریخ مصرف بسیج تمام شده و گذشته، میخوان بگن بسیج و بسیجی ها متعلق به تاریخ هن. تو تاریخ و کتاب های تاریخ و موزه ها دیگه برید از این به بعد راجبش مطالعه بکنید. بسیج زنده فعال تو صحنه رو نمیخوان، دوست دارن ازش تشویق و تجدید بکنن اما به شرطی که مرده باشه. گفت بسیجی خوب بسیجی مرده است. بسیجی خوب بسیجی است که دیگه الان نباشه، حرف نزنه، موضع نگیره، فریاد نزنه، تو صحنه نباشه، چشماشو ببنده، گوشاشو ببنده. او بسیجی بسیجی خوبه تو فرهنگ بعضی از آقایون، غافل از این که این درخت تناور چیزی نیست که به آسونی بشه از ریشه کندش. خیلی خواستن توی 20 سال این درخت رو از ریشه بکنن، فقط دستهای خودشون رو زخمی کردن و مجروح کردن. برای اینکه بسیج یک نهاد تصنعی، یک زائده توی نظام، یه چیزی که یه امر دولتی، یه اداره نیست. بسیج یک نهاد 100% مردمی است که از پایین به بالا آمد، از توده قلب توده های مردم جوشید آمد بالا. بسیج اصلا خودشو در واقع به تمام ساختارهای جامعه تحمیل کرد و گسترش داد، به دلیلی که یک نهاد 100% مردمی بود. شاید اون روزی که بچه های بسیجی از خونه هاشون می آمدن بیرون به سمت منطقه، به سمت جبهه می رفتن، یا مادری که 3-4 تا شهید داده بود فرزند پنجمش هم باز تشویق می کرد که بره، یا همسری که برادر شهید شده بود شوهرش هم باز بدرقه میکرد میفرستاد، و خودشون هم فکر نمیکردن که کسی مطلع بشه از این همه فداکاری هایی که در سکوت و تو تاریکی واقعا اتفاق میفته، تو تاریکی های تاریخ، نقاط تاریک تاریخ. فکر نمیکردن یه روزی این فداکاری های بزرگ تمام عالم رو متحول کنه. اون روز روزا و شبایی که بچه ها تو منطقه آموزش میدیدن، شبای زمستون شبی 5-6 ساعت تو آب سرد آموزش قواسی میدیدن، لجن نوردی میکردن، تب میکردن و با این وجود حاضر نمیشدن آموزششون رو ترک بکنن. نه خودشون فکر میکردن نه بقیه فکر میکردن که یه روزی این فرهنگ میره به بوسنی، میره به شمال آفریقا، یه روزی این فرهنگ جنوب لبنان رو آزاد خواهد کرد، یه روزی فرهنگ میره تو کوچه پس کوچه های غزه و اریحا و بیت المقدس، و یه روزی میره تو جنگل های فیلیپین و تمام عالم رو میشورونه. این همون فرهنگ بود. شما اینو بدونید، اگر فرهنگ بسیجی نبود جنوب لبنان آزاد نمیشد. حتی اینا فقط کپی برداری از بچه بسیجی های ما تو جنگ بود. 50 سال اسرائیل تو منطقه هر جا رو گرفته یک قدم عقب دیگه نرفته. اولین باری که اسرائیل مجبور شد بره عقب در لبنان بود، بدون که یک پوان بگیره مجبور شد بره عقب. برای چی؟ برای که بچه بسیجی های حزب اللهی جنوب لبنان با 4-5 هزار شهید و جانباز کاری رو کردن که کل ارتش های عربی، کل قطعنامه های جهانی نکردن و نمیتونستن و نخواهند تونست بکنن. این کار، اتفاقاتی که داره الان تو کوچه پس کوچه های غزه و اریحا و بیت المقدس میفته، اینا چیزای معمولی نیست، اینا تو تاریخ مسابقه هستن. این که پریشب گفتن که هلیکوپترهای اسرائیل آمدن شهرهایی که تحت سلطه خودشونه به عجز محلات شاملن بمباران شیمیایی رو سم میکردن، این که با تانک من میستن جلوی بچه های 13-14 ساله توپ مستقیم شلیک میزنن، با هلیکوپتر میزنن از بالا، گفتن صدها نفر زدن، بیش از نصفشون بچه های زیر 15 ساله هم. دیگه با اینا که کار نمیشه. اسرائیل یکی از زرادخانه های سلاح های هسته ای دنیاست. بعضی میگن اسرائیل ایالتی از آمریکاست، در حالی که به عکس، یعنی آمریکا در واقع تحت سلطه اسرائیله. بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا پشت سر اسرائیله،
و این اسرائیل در برابر بچه های 14-15 ساله با عاجز شده. به زانو دارم. هیچ کار نمیدونم. هیچ کار. با اسرائیل شاید نمیشد یک جنگ کلاسیک را انداخت. یعنی هر جنگ کلاسیک با اسرائیل واقعا شاید پیروزی با اسرائیله. برای که تمام دنیا کشته شد. ولی یک جنگی را افتاده تو کوچه های فلسطین امروز که دیگه هیچ ارتشی و هیچ زرادخانی از پسش بر نمیاد. رو اونی که بچه ها را میفتن تو خیابون الله اکبر میگن با سنگ میزنن. سنگ هم که بگیان هرچی میخواید سنگ. خلع سلاح میتونه بگونه خلع سنگ که نمیتونه بگونه یک شهر رو. گیر افتادن. گیر افتادن. یعنی بمبستی که الان افتاده توش صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تاریخ سابقه نداشته.